ای وای گلفامو های تنم هنوز سیخه به خدا. دستانی مونده که تلفن رو رود قطع کنم جوجو. از دست من راحت میتونی خلاص بشی گلفام، ولی از صدای قلبت چی عزیزم؟ میشه دهنتو ببندی لطفا؟ ولی باور کن خیلی به هم دیگه میاد. دارم قطع میکنم. باشه قطع کن. قطع کن. ببین من ویدیو تانگو تو برات میفرستم، خیلی عالی شده. بالاخره تانگو رقصیه که مال عشق و شهوته. الو گلفام، قسم میخورم موهاتو دونه دونه میکنم بی تربیت. من چی کار کردم؟ نه دیوونه نشو. دیوونه. مامان پاکیزه مثل بوم شب و ترکوند، ولی چشک خیلی خوشحال شد. خب شماها چی کار کردین قبل از اومدنتون؟ کار کردی؟ ببینم تونستی مشکل رو حل کنی؟ ببینیم، اون بعدم مشخص میشه. اگه نه جهان. امروزم که خیلی پر حرفی جهان. خستم. مثل اینکه همه ای کارا رو تو کردی. سوگی که اصلا خسته به نظر نمیاد. من دیگه میرم سر کارم، نوش جونتون باشه. منم میرم یه هوایی بخورم. گلرو، میشه یکم حرف بزنیم؟ دیرم میشه، واقعا مهمه. سبکی جونم، واقعا در مورد جهان به توصیه‌ای تو احتیاجی ندارم. شاید به توصیه‌ام در مورد امید احتیاج داشته باشی. ببخشید. شما رو دیدم. خوب این یعنی چی؟ باشه واضح‌تر میگم. شما را در حال بوسیدن دیدم دیروز جدای در. تشکر بابت یادآوریت. خوب میدونم دارم چی کار میکنم. به نظر من نمیدونی داری چی کار میکنی. سبگی تو ازم چی میخوای؟ که چی میخوام؟ نمیدونم. خب یکم فکر کن. شاید یکم ازت صداقت میخوام، یکم انصاف میخوام، شاید فقط میخوام صدای قلبتو گوش کنی به خاطر همه. به خاطر همه؟ آره. این کاری که کردی، ببخشید، کاری که نتونستی بکنی، یعنی این که نتونستی تا حالا به جهان خودت صادق باشی، بی‌انصافی در حق هم از گل رو هم خود امید. از گل رو هم خود امید. خب ادامه بده. در حق تو هم هست مگه نه؟ اعتراف کن دیگه. زود باش بهم بگو که جهان دوست داری. آره دوست دارم.
جهانو دوست دارم، همونقدر که تو نداری من دارم. هر کاری که میخوای بکنی یا نمیخوای بکنی، میدونم که در نهایت این به نفع هر دو شد. آقا جهان، حالتون خوبه؟ چیزی شده؟ یه جوری به نظر میای. چیزی نیست. دیگه میدونم خواهرم کیه. خودم تو رو سر خاک پدر آبجیم دیدم. بابای گلفام همون بابای گل روه. احساست نسبت به جهان تعجب نکردم. خیلی وقت خودم رو به ندیدن زدم و جلوی خودم رو گرفتم که هیچی نگم، ولی این اواخر حسابی به چشم اومده. موضوع اصلا احساسات من نیست گل رو، پس حتما موضوع تهدید منه. تهدید تو؟ مگه زیر درس صداقت دادنت این نخوابیده که یا تو موضوع امیدو به جهان میگی یا خودم بهش بگم؟ تو اونقدر با گلفام جنگ و دعوا کردی که فکر میکنی زیر هر حرفی حرف دیگه خوابیده. اینجا کنایه نیست، تهدیدم نیست، چون که من نمیسه تو هم نمیسه گلفام. چون که تو دختر جنگیلی هستی، دختر جنگیلی با نمک که با عشق یه طرف هم میسازه، ضررم نداره. بهتره حرستو سر من خالی نکنی. آره بی ضررم، اما سنگ صبور نیستم. به جهانم چیزی نمیگم چون فکر میکنم اینو تو باید بهش بگی. سوگی، اون تصمیمش با منه. حالا که عشقت به جهان و با اصالت تمام به هم ثابت کردی، من برم که بیشتر از این دیرم نشه. تو عمر کوتاهی که براش مونده، میخوام بتونه قشنگ حس کنه که معنی یه عشق واقعی چیه. اون خیلی خوب میدونه دوست داشتن یعنی چی، ولی دوست داشته شدن، واقعا عشق کسی بودن و دوست داشتن کسی که دوستش داره رو تا حالا تجربه نکرده. فقط فکر کن به اینکه جهان لیاقت یه خوشبختی واقعی رو داره. فکر کن. فقط اینو کم داشتم. سیفگی، به نظرم بحثو تمومش کردی. جهان داره میمیره، اینو میدونی مگه نه؟ دفعه آخرت بود که اینو با صدای بلند گفتی. اون داره میمیره و تو خوشبختی واقعی رو تو روزای آخرش ازش تاریخ میکنی؟ لابد خوشبختی واقعی هم توی سفگی. آره بله، شاید هم منم. اگه تو بهمون اجازه بدی، اگه تو اجازه بدی از این اعتیادش که فکر میکنه عشق خلاص شه، آره شاید هم من باشم. این
چه جور اعتماد به نفسی؟ گلفام این حرف رو به هدیاد میده؟ چون درست مثل تیکایی اونه. من هیچی از کسی یاد نگرفتم. لطفا واسه یه بارم که شده این خودخواهی تو کنار بذار. چشماتو باز کن و ببین. به من و جهان یه نگاه بنداز. تو فقط به مدتو نگاه کن و خودت بگو چی میبینی گلرو. بعدش ببین نزدیکترین دوستتو چقدر دوست داری و تصمیم بگیر. تصمیم بگیر که چی کار میکنی. ولی نه با طمع و نقشه و هدفات. با قلبت، با وجدانت تصمیم بگیر. صبح بخیر. من شما رو که دیدم اومدم، ولی انگار داشتین صحبت میکردی. به حد کافی صحبت کردی. روزت بخیر گلرو. بریم گلرو. دستات داره میلرزه. مال منم چند روزه میلرزه، ولی فکر کنم از کمخونی باشه. گفتم که شما همه چی رو اشتباه متوجه شدین. رفتم سر اون خاک، ولی اونطور که فکر میکنین نیست. داری دروغ میگی. بازم داری دروغ میگی. شما اصلا میفهمین چی داری میگین؟ واسه همینم نگفتی. واسه همین به خواهرم نگفتی که پدرش کیه؟ خالده. نه 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 نه، ببینین لطفا، خواهش میکنم. اون باید بدونه. هر دوشون باید اینو بدونن خالده. تو فکر کردی میتونی تا آخر عمرت اینو قایم کنی؟ من این اجازه رو نمیدم خالده. من این اجازه رو بهت نمیدم. حقشه بدونه پدرش کیه. حقشه که به خواهرش برسه. حقشه که با گل رو آشتی کنه. اشتباهه. این اشتباهه. خیلی اشتباهه. گلفام دختر اون مرد نیست. با اون دخترا گلفام دختر من هیچ رابطه ای نداره. خاله. باشه خالده. بس. آبجی. گلفام خانم، میتونی ما رو تنها بذاری؟ گلفام خانم، گفتم بس خالده. آره جان، دیگه وقتش رسیده که از واقعیت ها حرف بزنی. تو؟ آره من میدونم که دختر اون باغبونم. وای گرو، اینجا چقدر خوشگله. بزرگم هست. شما حالتون خوبه؟ یکم میخواین یکم بشینید؟ محبوب خانوم، محبوب خانوم، محبوب خانوم، همیشه زودتر آمبولانس خبر کنی. محبوب خانوم، محبوب خانوم، من وای تنر، نگران نباش. ببین دوتا مریض دارم، بعدش میرم سر کار جدید مادرت. یه جوری گولش میزنم که مثلا قراره با هم نهار بخوریم، بعد میبرمش بیمارستان. باشه؟ خدا اگه امروزم مامانمو نبری بیمارستان، من خودم میام و به زور میبرمش پیش دکتر. دیگه خسته شدم انقدر هی میگه من بیمارستان نمیرم. به خدا انقدر بزرگش نکن تانه. معلومه که یک کم خونی ساده است. مگه تو به عمود اعتماد نداری؟ بس دیگه، بعدا میبینمت. گلرو؟ امید، زود بیا بیمارستان. بیمارستان سپاهی، ما الان تو راهی. چی شده گلرو؟ تو خوبی؟ محبوبه خانوم. محبوبه چی شده؟ نبض و فشار نداره، باید ماساژ قلبی رو شروع کنیم. قلبش وایسا. ازم قایم کردی. وقتی داشتیم صحبت میکردیم همه چی رو میدونستی.
وقتی اینجا داشتم تلاش میکردم که به جسارت بدم که نباید بترسی و باید باباتو بشناسی، تو از قبل باباتو میشناختی، از من قایم کردی. آبجی آسون نیست این که بتونی اینا رو با صدای بلند بگی. واقعیت رو قبولشون کنی آسون نیست. اون مرد و من، اون دخترا و من، گل رو تو، حسم کردن همه اینا، باور کردن این اتفاقا خیلی برام سنگینه، تصورشم برام سخته. وقتی دختر انور سپاهی نیستم، این که دختر چه کسی باشم مگه چی رو عوض میکنه جهان؟ دختر یه غریبه بودن که ممکنه تو خیابون از پیشت رد شه چی رو عوض میکنه؟ اگه دختر کسی هم بودم که نه اسمشو میدونستم نه قیافشو دیده بودم چی رو عوض میکرد؟ اما این چی؟ اگه از قضای روزگار دختر باغبونی باشی که سالها میشناسیش، همه ی زندگیت عوض میشه. آره عوضش میکنه آبجی. اصلا باید بذاری که عوض کنه، گل رو عوض کنه، تو رو عوض کنه. این یه شروع جدیده واسه هر دوتاتون، واسه همه ای ما یه شروع جدیده. آبجی جونم، شما با هم خواهرین، جای نفرت و محبت تو دلاتون میگیره. بیاین یه شانس به هم دیگه بدین، بیاین همدیگه رو از اول بدون قضاوت ناعادلانه بشناسین. با شروع این رابطه جدید از هم واکنشایی میبینین که قبلا از هم دیگه ندیده بودین. چیزایی که من تو شما میبینم اما شما هیچ وقت تو هم دیگه نمیبینین. آبجی یه نامه تو دست گل رو هست، یه نامه که منور خانم براش فرستاده. الان دیگه اون حرفایی که نوشته برام یه معنی دیگه ای پیدا کردن. تو هم حتما باید اون نامه رو بخونی. جان آبجی، همدیگه رو از اول میشناسین، یه شروع دوباره میکنین. این واسه هر دوتون یه شروع میشه و این شما رو به هم میرسونه، باعث میشه با هم آشتی کنین، یاد میگیرین چطوری باید همدیگه رو دوست داشته باشین، هم برای خودتون، هم برای ما، هم برای همه. یه شروع دوباره میشه که خوشحالمون میکنه آبجی. جان یادت وقتی فهمیدی خواهرت نیستم به هم چی گفتی؟ یادت نه؟ گفتی نسبت خونی هیچی رو عوض نمی کنه. ما اگه با هم نسبت خونی هم نداشتیم خواهر و برادر بودیم، هنوزم هستیم. نسبت خونی هیچی رو عوض نمی کنه. واسه من و تو هیچی رو عوض نکرده، هنوزم خواهر برادری. واسه گروه و منم هیچی رو عوض نمی کنه. گروه و من هیچ وقت نمیتونیم با هم خواهر باشیم. آقا تیبت، من امروز صبح محبوب خانمو آورده بودم شرکت که یهو حالش بد شد. الو آقا تیبت، صدامو میشنوی؟ ها؟ آره گل رو، گفتی حالش بد شده. آره الان اومدیم بیمارستان، منتظرم تو امید بیاد. نمیدونیم چیه ولی معلومه که چیز مهمیه. نمیخوام تو امید نیومده تو بیمارستان تنهاش بذارم. باشه مشکلی نیست، منم امروز اصلا نمیام شرکت. امیدوارم خوب بشه، بعدن ازت خبر میگیرم. باشه خدافظ. خود یه خواهش میکنم چیز نشه. الو آبجی، ما اومدیم باشگاه. اگه زیاد کار ندارین با مامان محبوبه پاشین بیاین اینجا.
هنوز اینجا رو ندیده. امیدوارم از روز اول پدرشو در نیاری. الو الو آبجی میشنوی؟ چیچک چیز شده؟ من خیلی کار دارم، سرم خیلی شلوغه. باشه پس سر فرصت امروز همدیگه رو ببینیم، یکم حرف بزنیم. تا نگم میخواد بدون مامانش از شرکت خوشش اومده یا نه. اگه پیشته الان میام. آبجی صدات اصلا خوب نیست. نه 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 چیزه، من الان جلسه دارم، بعدا بهت زنگ بزنم. حداقل مامان محبوبه و تانر. چی شده؟ قطع کرد. امید چطور اینطوری شد؟ محبوبه یه حالش بد شد، نمیدونم. تو آمبولانس هم قلبش وایساد، خدا میدونه چی. من برم تو از دوست دکترم اطلاعات بگیرم. باشه بهت خبر میدم. باشه امید، درست میشه. میگذره، من همینجا. به نظرم گل رو هنوز تحت تاثیر دیشبه. بابا به نظر من دیشب خیلی بی حادثه بود، حتی بابام هم ساکت بود. اونجوری نگو تانر، واسه گل رو با امید شام خوردن سر تا پا حادثه است. دیدی به همدیگه چجوری نگاه میکردن؟ راستش من بیشتر متوجه شدم که چجوری دارن سعی میکنن به همدیگه نگاه نکنن. چی چک؟ الهی آدم چطور میتونه احساساتشو سرکوب کنه؟ بالاخره تا کی؟ حتما یه جایی خودشو نشون میده. تو چرا همش داری به گوشیت نگاه میکنی؟ به مامانم گفته بودم هر وقت بیکار بودی به هم زنگ بزن. الانم گلرو تو جلسه است دیگه، مطمئنن اونم نمیره جلسه، حتما تک و تنها نشسته. زنگ بزنم؟ نه تانر، اولین روز کاریشه، بذار راحت باشه. معلومه که کار میکنه، اگه بتونه حرف بزنه خودش زنگ میزنه. از جفت خواهرامم شنیدم که شیرشه آدم خیلی جدیه. یهو چشش میخوره میاد به خاطر با تلفن حرف زدن تو ساعت کاری سرزنشش میکنه. چی تو بگی؟ من خیلی خوب میدونم دارم با کی میرخصم. بفرما اینجایی. نمیخوای که گل رو بفهمه؟ هیچ کسی جهان، هیچ کسی. تا کی میخوای نفهمن؟ ببین تو هر چقدر بخوای توضیح بدی که چه شوک سنگینی بهت وارد شده، منم هر چقدر تلاش کنم و بخوام درکت کنم، چیزایی که من حس میکنم در مقابل چیزایی تو هیچه. من درکت میکنم، به زمان احتیاج داری، زمان درستش میکنه. جهان این به زمان هیچ ربطی. تو فقط به زمان احتیاج داری آبجی، واسه قبول کردنش، حذف کردنش، واسه آشتی کردنتون به زمان احتیاج دارید. من بهت این زمانو میدم. به گل رو هم واقعیتو نمیگم. تا زمانی که تو بگی آماده ای، ولی نه تا ابد. جان آبجی من نمیتونم این کارو با گل رو بکنم، نمیتونم اینو یه عمر از گل رو قایم کنم. خب اونم یه روز مثل تو حق داره بدون خواهرش کیه. زمانی که واقعیت ها معلوم شد، هم واسه اونا هم واسه تو، اون موقع است که هر دوتون جور دیگه با هم رفتار میکنین. بله میدونم الان عصبانی میشی، کلافه میشی، اذیت میشی، ولی درست میشه. بعد از این که باهاشون در میون گذاشتی، باور کن همه چی تموم میشه. تو بیا با من حرف بزن، بیا به من بگو، هر چقدر بخوای میتونی با من حرف بزنی. من منتظر میشم که یه روز بیای بهم بگی آمادم. باشه
میدونی که خیلی دوستت دارم. هنوزم خیلی ساده، خیلی پاکی. کاش زندگی همونطوری بود که از دل تو میگذره. تو اینجا چیکار میکنی؟ رفتم بالا رو نگاه کردم نبودی. گفتم پس این دختره کجا رفته؟ هیچی نیست، گفتم یه هوایی بخورم. تو پلا هوا بخوری؟ چه میدونم، گفتم حتما چمنو خیسن. تو از چیزی ناراحتی؟ نه، به نظر تو اینجوری اومده. من به این راحتی از چیزی ناراحت نمیشم. مثل این که جاهامون عوض شده. بله متوجهم، شازده امروز سرحاله. نمیدونم سرحال کلمه مناسبی یا نه، ولی بهتره بگیم امیدوارم خانم پرستار. پس این جریان سری دیگه تموم شد. رازو با دوتاشون در میون گذاشتی؟ واسه هر دوشونم روزای خوبی در راهه. اونقدری که تصورشم نمیتونم بکنم. اونقدر روزای قشنگی میشه که بهش امیدوار باشم. زمانی که واقعیت ها معلوم شد، هم واسه اونا هم واسه تو، اون موقع است که هر دوتون جور دیگه ای با هم رفتار میکنی. آزمایش. کجاست؟ آزمایش. کجاست؟ 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 دست جهانه، دست جهانه. اگه گروه پیداش کنه چی؟ گروه پیداش کنه چی؟ اگه مثل جهان اونم پیداش کنه چی؟ احمق، احمق. دست پاچه نشو. بفرمایید. بله خودم میدونم که دیر کردم. مرد تمرین رو شروع کنه، نیم ساعته میام. بی ملاحظه. منم داشتم میرفتم. داشتی میرفتی؟ یعنی میومدم، میومدم پیشت. این طرفا بودم، گفتم یه سری بزنم. چه خبر؟ ممنون میشم دفعه بعد خواستی سرزده بیای زودتر خبر بدی. من باید برم آتلیه کار دارم. آها فهمیدم، دیشب از ذهنمون دیلیت کردی. باشه قبوله. ببخشید من منظور تو از دیلیت کردن از ذهنمون نفهمیدم. فرض میکنیم نبوده، تمومش میکنیم، ازش حرف نمیزنیم. خب ببینم پیشنهاد تو چیه. اگه اشتباه نکنم جنابالی بودی که بعد از دست گل دیشبتون یهو غیبتون زد. یه لحظه سعی کن ببینم که دست گل من بوده، درسته؟ فقط دست گل من بوده.
الان منظورت چیه؟ فقط واقعیت گلفام، دیشب من تو رو نبوسیدم. آهان، من تو رو بوسیدم. خب آره، مثل این که اونطورم میشه گفت یه ذره. آخ چه بامزه. ولی من تو سن بلوغم هم به من نبودم دستم بود گفتنا نمیخندیدم. میتونم قبول کنم که هر دو همزمان بوسیده. راجع به این میشه فکر کرد، بعدا تصمیم میگیریم که قبول میکنم یا نه. وقتی تصمیم گرفتی خبرم کن. شاید سر شام بهت گفتم. گلفم سپایی، تو داری اینطوری منو به شام دعوت میکنی؟ گفته بودم دقت کن داری با کی میرخصی. منتظر آقا امید باشین لطفاً. ای بابا چه خبره؟ امید، محبوب خانم چطوره؟ محبوب رفت و کما. عشقم خیلی سخت کار کردیم، به نظرم حقمونه که یه جایزه به خودمون بدیم. اینجا بشینیم یه کیک پروتئین بخوریم. هیچ جا نمیریم، هیچ چی هم نمیخوریم، لباسمون رو عوض میکنیم میریم خونه. مامانم الان از سر کار اومده، عمومم میخواد برش داره ببرتش بیمارستان. این دفعه اگه بخواد واسم ناز و عدو در بیاره بگه از بیمارستان میترسم و اینا رو بهونه بکنه، خودم به زور میبرمش. به خدا خسته شدم دیگه. حق داری، بعد نیست بالاخره بره پیش دکتر ببینتش. بس 10 دقیقه دیگه دم دریم باشه. چطور این همه صبر کردم و چشم پوشی کردم؟ عقلم کجا رفته بود؟ خودتو سرزنش نکن، هنوز که نمیدونیم چی شده و چرا اینطوری شده. اما من باید میدونستم، حداقل باید براش یه کاری میکردم. باید به زور میآوردمش اینجا. رسما تو این چند روز جلوی چشام آب شده، من براش هیچ کاری نکردم. چطور اونو به این مرحله کشوندم؟ امید، داری در حق خودت بی‌انصافی میکنی. ببین دکتری که اولی معاینه رو انجام دادم گفت اصلا معلوم نیست چرا اینطوری شده. نمیتونیم که چی اونو به این حال روز انداخته. محبوبه فقط خسته به نظر میومد، چی کار میتونستی بکنی آخه؟ اگه طوریش بشه چه؟ طوریش نمیشه. اگه محبوبه یه چیزیش بشه، من تانه رو نمیشه. محبوبه هیچ طوریش نمیشه، لطفاً دیگه به این فکر نکن. به برادر زادم چی بگم؟ بهش بگم مامانت بریز شده و از دست منم کاری بر نیومد؟ به اون چی بگم؟ ببخشیدا، ولی اینقدر منتظر این گلرو خانم شدم زیر پام علف سبز شد. فکر کنم نمیاد سلین خانم، دیگه منتظر نباشی. یعنی چی؟ پس قانونای شیرشاه کجا رفت؟ انگار اون قانونا در مورد گلرو صدق نمیکنه. معلوم نیست کدوم دوستش حالش بد شده، انگار خودش قراره جراحیش کنه. داداش تیبت جون. فکر کنم خواستین بگین آقا تیبت سلین خانم. بله بله آقا تیبت، من فقط یه گلایه کوچیک ازتون دارم. تو اولین روز کاریم از صبح منتظرم. دوست گلرو خانم حالش بد شده، الان 5 ساعته که. سلین خانم لطفاً آروم باشین، من از گلرو خانم خبر دارم و اون سرکار خانمی هم که آورده شرکت مادر شوهر خواهرشه. اون خانم مادر شوهر خواهرشه؟ و آخرین باری که با گلرو حرف زدم زن تو کما بود. برای همین آروم باش و برای شروع کارت منتظر فردا باش. بسیار خوب. باشه داداش تیبت. Thank you.
عشقم گوشی داره زنگ میخوره. خوب شنیدی ها. ای بابا اگه نمیشنیدم بهتر بود. چی کار میکنی؟ چی چک اصلا حوصله سر کله زدن با اونو نداره. تانر اعصاب منو خرد نکن، اینجوری که میکنی بیشتر دیوونه میشم. بله سلی. تانر خیلی ناراحت شدم. مادرت چطوره؟ خوبه؟ از آی‌سی‌یو آوردنش؟ تو چی داری میگی؟ مگه مامانم چش شده؟ اول میفهمین چی شده، بعدش هم خوبش میکنین. هر چی باشه خوب میشه امید. درست میشه عزیزم. ازت ممنونم امید. امید شوکت، منم هنوز هیچی نمیدونم. مرده؟ نکنه مرده ها؟ مرده؟ نه آقا شوکت. اما به من گفتن که تو کماست. محبوبه نمیمیره، اجازه نمیدم. نگران نباش، آروم باش. امید من برم به چیچک زنگ بزنم. آبجی همون جون مامانم کجاست؟ آبجی چی شده؟ این زن فقط یه تب کوچیک داشت، الان تو آی سی یو چی کار میکنه همون جون؟ تانر خواهش میکنم آروم باش عزیزم. من باید مامانمو ببینم. باید مامانمو ببینم. بلم کنم اون زن تو آی سی چی کار میکنه آخه؟ همو جون چی کار میکنه؟ جونم شما باید خفی باشی عزیزم. باید مامانمو ببینم. فهمیدم عزیزم، خدا زودتر شفاش بده. الان کنار تانر باش، منم هرچی زودتر میام پیشتون. باشه؟ باشه، مواظب به خودت باش. به همه سلام برسون، امیدوارم زودتر خوب شه. خداحافظ. چی شده جونم، با کی داشتی حرف میزدی؟ چیچک محبوب خانمو بردن بیمارستان. چی میگی؟ بدون این که بدونن چی شده سری بردنش تو آی سی یو. الان تو بیمارستان ماست؟ ای بابا تو داری جای میری؟ هیچی، فقط یه شام ساده دوستان است. اما زیاد ساده به نظر نمیاد. پس اینو به حساب تعریفتون میذارم حضرت آقا. گورو کجاست؟ اونم رفته بیمارستان. فعلا که نمیاد نه؟ مگه چیزی شده آبجی؟ جهان جون میدونم شاید الان وقتش نباشه، اما ازت یه چیزی میخواستم. البته. جواب آزمایش دی ان ای رو میخوام. نه وقتی چیچک اومد منم اومدم خونه قنچه. خیلی خستم، یه دوش میگیرم میخوابم. هی دقیقه. نه دارم میگم کاری نیست قنچه، حتی تانرم نمیذارم بره ببینتش. باشه باشه بهت خبر میدم. من فقط دارم میگم که اگه اون جواب دست خود من باشه احساس خیلی بهتری دارم. تو میخوای مطمئن بشی که من اون جوابو یه وقت به گلرو نشون ندم؟ باشه فهمیدم. چرا حساس میشی جهان؟ من حتی فکرشم نکردم که تو اون جوابو به گورو نشون میدی جان. چرا نمیخوای اون جواب دست من بمونه آبجی؟
چه میدونم، گفتم شاید وقتی اینور و اونور رو نگاه میکنه شاید پیداش کنه، ممکنه دیگه. چرا باید همچین ریسکی کنم؟ تو اگه واقعا فکر میکنی که من تو رو اینطوری لو میدم. چه لو دادنی جهان، بی خودی داری دلگیر میشی عزیزم. من به آبجیم قول دادم، من به تو قول دادم، تا وقتی که تو آماده بشی هیچ کس نمیفهمه. فهمیدی؟ هیچ کس نمیفهمه. چیو؟ آه جهان، مطمئن نیستم که زن تو به اندازه من خوب بشناسی. اگه اون جواب آزمایش یه جوری به دست گررو برسه، به محض اینکه بفهمه من دخترم ور سپاهی نیستم، قبل از اینکه بهت فرصت بده که براش توضیح بدی، کارمو تموم میکنه.